همیشه پدر و مادرتان را بر پول برتر بدانید. به خاطر پول پدر و مادرتان اذیت نکنید. به خاطر مادیات پدر و مادر را نرنجانید. او پدر و مادری که 25 سال زحمت کشید، از گوشت و جانش برای تغذیه کرده تا تو جوان شدی، بزرگ شدی، غم تحصیلاتی تا خورده، غم ازدواجی تا خورده، امروز که بزرگ شدی، صاحب پول شدی، فکر میکنه با همین 100 دلاری که ماهانه با پدر و مادرش روان بکنه خلاص تمام حقوقش ادا میشه. نه خیر، واللهی که یکی از جمله بزرگترین دستاوردهای انسان در حیات انسان رضایت پدر و مادره. هر انسانی که رضایت پدر و مادر توانست در زندگی جلب بکنه، یعنی پدر و مادر در حال از دنیا برن که از تو راضی باشن، تو انسان موفق هستی، بزرگترین دستاوردی داری در حیاتی. و یا تو در حال از دنیا بری که اونها از تو راضی باشن. این دو، پول بر پدر و مادر ترجیح ندهید، ننازید با پولتان، با خانهتان ننازید، با موترتان ننازید. اگر امروز صاحب میلیون ها دلار هستی، صاحب بهترین موتر آخر سیستم هستی، همه از برکت رنج و زحمت اون مادر و پدر است. و تو کسی نیستی جز پرورش یافته دامن اون مادر، اون پدر. یعنی به این معنا پول بر پدر و مادر ترجیح ندوید که یکی هرچی مصرف و نیاز دارن برایشان مصرف بکنید، دستتان نگیرید. قرآن میگه بهترین انفاق است که برای پدر و مادر باشه. یسالونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. پیامبر است، تو در مورد بهترین نفقه سوال میکنن، بهترین مصرف بگو برای پدر و مادر است. همیشه کمک این نیست که فقط با مردم سر کوچه توزیع بکنید. بهترین لباس برای پدر و مادر، بهترین غذا برای پدر و مادر، بهترین تخت خواب برای پدر و مادر، بهترین امکانات برای پدر و مادر، در بهترین شفاخانه تداوی کردن پدر و مادر، چون مستحق ترین افراد برای تو اون هست. پس پول تو با اونها ترجیح نده، یادت باشه. این دو، به خاطر پول پدر و مادر تنها نگذار، سالها از ایشان خبر نباشه.